محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و جک سلوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره پیشنویس توافقنامه دو جانبه بین واشنگتن و ریاض دیدار گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که در جریان این دیدار در شهر زهران عربستان سعودی همچنان در مورد نیاز به پای رسانیدن جنگ در غزه و افزایش کمک بشردوستانه به این منطقه بحث شده است. از جانب دیگر رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی روز شنبه گفته است که از زمان آغاز حمله زمینی اردوی اسرائیل به رفح حدود 800 هزار نفر از این شهر متواری شدند. فلیپ لازارینی رئیس دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شبکه ایکس نوشته است که غیر نظامیانی که قبلا آواره شده بودند رفح را ترک کرده و سمت مناطق مرکزی غزه و خان یونس از جمله ساختمانهای ویران شده می روند. این در حال است که به اساس گزارش خبرگزاری رویترز روز یکشنبه کشتی های مملو از بسته های کمکی و مردم فلسطینی به نزدیک بندر ساخت آمریکا در نزدیک آبهای غزه رسیده است. پس از آنکه اسرائیل با فشارهای جهانی به خاطر محاصره مناطق ساحلی غزه روبرو شد، انتقال و رساندن کمک های بشری به روز جمعه از این پایگاه بندری آغاز شده است. به اساس گفته قماندانی مرکزی ایالات متحده، طی روزهای آینده قرار است حدود 500 تن کمک های بشری از این طریق به مردم غزه منتقل شود. نهادهای ملل متحد و گروه های امداد بشری هشدار دادند که انتقال کمک ها از طریق بحر نمی تواند جایگزین لاری های کمک به غزه شود، جایی که ملل متحد بارها هشدار داده است که با قحطی شدید روبرو شده است. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه ویدیوهایی را منتشر ساخته است که عملیات آن را در شرق رفح نشان می‌دهد. طبق اعلامیه اردوی اسرائیل، سربازان اسرائیلی در حملات هدفمند حداقل 80 میلیشیای حماس را کشتند. خبرگزاری رویترز صحت این ویدیوها را به طور مستقل تایید نکرده است. در حملات هوایی اسرائیل که یک خانه در کمپ پناهجویان هدف قرار گرفت، به اساس گفته شفاخانه غزه حداقل 20 فلسطینی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حملات هوایی ساعت 3 صبح وقت محلی رخ داد. اردو اسرائیل گفته است که این گزارش ها را بررسی می کند. مقام فلسطینی به خبرگزاری محلی وفا گفته است که افراد زخمی شده شامل کودکان هستند و جستجو برای سایر افراد ناپدید شده در زیر آوار ادامه دارد. حماس حملات اسرائیل بر جبایلا را که در آن ده ها فرد ملکی کشته شده و صدها نفر زخمی شدند با عنوان تشدید جرایم اشغالگرایانه محکوم کرده است. گروه های امداد می گویند تهاجم اسرائیل بر رفح با وجود مخالفت های بین‌المللی باعث ایجاد و اضطراب و نگرانی های شدید شده است و اظهار امیدواری کردند که مذاکرات برای برقراری یک آتش بس قبل از اینکه بحران بشری بدتر شود به نتیجه برسد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.